بردیا افشین گزارشگر ما از ژنو مقر سازمان ملل همراه ما است. برای ما بگه در جلسات امروز چه گذشت. بردیا، اون چیزی که شاهد بودیم هم در جلسه گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران سازمان ملل متحد و همینطور در جلسه هیئت حقیقت‌یاب، اونها خواستار این شدن که جامعه بین‌الملل از راهکارهای موجود استفاده کنه تا جمهوری اسلامی ایران رو برای اون چیزی که نقض فاحش حقوق بشر خوندن پاسخگو کنه و تلاش کنن که این معافیت و مسئولیت از در این معافیت و مسئولیت رو از اونها بگیرن. و خیلی جالبه که حتی پاسخ هم دادن به انتقاداتی که جمهوری اسلامی و همینطور متحدینش از اونها کردن. مثلا جاوید رحمان که میدونه گفته بود که اون چیزی که جمهوری اسلامی رقم زده نشونگره که نمیخواد همکاری کنه و از جمهوری اسلامی خواسته که از این بیزاری تحقیرآمیز و نکوهش دست برداره. و جاوید رحمان گزارشگر ویژه گفته که اون چیزی که او ارائه داده یک گزارش مستقل، یک گزارش منصفانه است، در حالی که جمهوری اسلامی نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد رو متهم میکنن و حتی مکانیزماش رو به سیاست زده بودن. و همینطور شاید این بودیم که سارا حسین از هیئت حقیقت‌یاب به طعنه به این اشاره داشته بود که کشورهایی هستند که ادعا برای صلح بین المللی، سنگ صلح بین المللی رو به سینه میزنن اما حقوق بشر رو در کشور خودشون نقض میکنن. و اونها هم گزارش خودشون رو مستند دونستن و جمهوری اسلامی رو متهم کردن که همکاری نمیکنه و حتی برای مستند کردن اتفاقات اونها کار سختی رو در پیش داشتن، چرا که اون کسانی که در واقع شاهدان براشون بسیار سخت بوده، چون از انتقامجویی جمهوری اسلامی میترسیدن که بخوان پا پیش بگذارن. با این حال اونها از گزارششون دفاع کردن که پر است از مستندات، 27,000 سند رو گرد آوردن. در کنار من رها بحرینی از عفو بین الملل است که جلسات امروز رو به دقت دنبال کرده. این جلسات پشت سر هم چقدر اهمیت داشت؟ جلسه شورای حقوق بشر بسیار جلسه مهمی بود. کمیته در واقع خلاصه یافته‌های خودش رو در نشست ارائه میده و فرصتی رو ایجاد میکنه که دولت‌ها هم واکنش خودشون رو نشون بدن. اظهارات بسیاری از دولت‌ها از کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی بعضی از کشورهای آفریقایی نشون میده که در مجموع جامعه جهانی همچنان همراه معترضان آسیب دیده و خانواده‌های دادخواه. در بسیاری از اظهارات دو موضوع کاملا برجسته بود: یک، نقض فاحش حقوق زنان و کودکان دختر و شدت سرکوب علیه اونها به خصوص در همین ماه‌های جاری، به خصوص در رابطه با قوانین حجاب اجباری، و دوم موضوع شکنجه جنسی، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی علیه معترضان آسیب دیده. و بسیاری از کشورها تاکید کردند که تکون خوردن از این یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب و خواهان تمدید ماموریت هستند. در واقع این گزارش ارائهش در این سطح، یعنی در بالاترین مرجع نهاد سازمان ملل، آگاهی جامعه جهانی رو از جنایاتی همه مردم در ایران میدونن اتفاق افتاده بالا میبره و الان جامعه جهانی صدای قربانیان و خانواده‌های دادخواه رو شنیده. به علاوه کمیته تکرار کرد اون چرا که همه خانواده‌ها و قربانیان میگن، که ما جایی برای دادخواهی در داخل ایران نداریم. و تمام اعضای هیئت حقیقت‌یاب یادآوری کردند به حکومت که چشم قربانیان و خانواده‌های دادخواه به خاطر نقض دائم اصول دادرسی منصفانه در ایران و مسئولیت مطلق مرتکبان جنایت به جامعه جهانی و الان وظیفه اونهاست که تمدید بکنن ماموریت رو و روی نگردونن از معترضان و خانواده‌هایی که شاید امروز در خیابون‌ها نیستن ولی همچنان زیر سرکوب وحشتناک هستن. و این وظیفه شورای حقوق بشر سازمان ملل که اونها رو ببینه و صداشون رو بشنوه و به درخواستشون پاسخ بده. خیلی کوتاه، با دیدن این مستندات هولناک آیا فکر میکنین که جامعه بین الملل بخواد که این هیئت حقیقت یا کارش رو تمدید کنه؟ خب ما همچنان 3 هفته فاصله داریم با زمان رای گیری، اما امیدواری ما اینه که قطعنامه رای لازم رو برای تمدید ماموریت کمیته حقیقت یا بیاره و بسیاری از دولت ها هم خواهان این شدن. این کمیته حقیقت یا مهمه که تمدید بشه، چون از یک طرف بسیاری از قربانیان الان اعتماد بیش
بیشتری به کمیته حقیقت یا پیدا کردن و اگر که این تمدید بشه حجم بیشتری از شواهد رو هم میشه جمع آوری کرد. دوم اینکه در مأموریت کمیته ذکر شده که اونها باید شواهد رو به نحوی جمع آوری و کدگذاری بکنن و حفظ بکنن که قابلیت استفاده در رویه‌های حقوقی رو در آینده داشته باشه و برای همین به وقت بیشتری نیاز دارن که این کار انسجام بخشی به شواهد به صورت اصولی و کامل انجام بشه و در نهایت بحث شناسایی مجرمانه که باید زحمت وقت بیشتری وجود داشته باشه که این کارو کرد و بعد این دست ما رو قوی میکنه که بتونیم از دادستانی‌های کشورهای جهان بخوایم که پیگرد قضایی رو انجام بدن. متشکرم رها بهرینی از عفو بین‌المللی از اهمیت مستنداتی که هیئت حقیقت‌یاب اینجا ارائه کرده گفت و اینکه از اهمیت اینکه این اختیار این هیئت تمدید بشه. ممنونم از تو بردیا افشین و همچنین خانم بهرینی مهمانت که از محل برگزاری این نشست در ژنو امروز همراه ما بودید.